برای تیم استرالیا. آخرین فشارها رو هم استرالیا قبل از اینکه سوت پایان مسابقه در وقت معمول زده بشه داره میاره. پرتاب وسیله مت مکی میاندازه به درون منطقه جریمه، ضربه سر رو ایوان واسا زودتر از بقیه میزنه. مکی پرتاب میکنه، ویلشر در 90 دقیقه، ویلشر میفرسته برای دروازه، پر تعداد ژاپنیا باید این توپ رو هم برمیگردونن. دوباره ویلشر، زاکرونی ببینیم که آرام و قرار نداره، اوج هیجان در این مسابقه در ثانیه های پایانی وقت های 90 دقیقه معمول این دیدار. یک بار ارسال بلند توپ به پشت محوطه جریمه، این بار ژاپنیا توپ رو میزنن، توپ هوندا رو با خطا میگیرن، ضربه آزاد برای ژاپن. 2 دقیقه بیشتر زمان تلف شده برای نیمه دوم منظور نمیشه. احساس ناراحتی میکنه بازیکن تیم ژاپن کونو، کاپیتان این تیم یعنی حسبه به داور اشاره میکنه که بازیکن تیمشون مصدوم شده. یک بار دیگه ارسال بلند، بازیکن استرالیا توپ میگیرن و بر میگردن. کهیل میفرسته به فضای پشت منطقه جریمه برای امرتون و در نهایت توپی که در اختیار ژاپنی ها قرار میگیره. ناگاتومو، وقت زیادی باقی نیست برای دو تیم و وقت اضافی تعیین کننده خواهد بود. کونو، هوندا پاس به عقب میده، توپی که به سمت راست فرستاده میشه برای اندو. مائدا رو به جلو حرکت میکنه، این دیگه آخرین فرصت برای دو تیمه. یه سانت خوب برای دروازه، موقعیت برای بازیکن ژاپن، باز چند بازیکن عبور میکنه. هوندا سانت برای دروازه و توپی که شوارز دور میکنه، هنوز فشار هست. اندو آخرین موقعیت برای تیم ژاپن، اندو میتونه سانت کنه، زمانی باقی نمونده. پاس به عقب، حسبه دیگه، باید منتظر سوت پایان 90 دقیقه معمولی مسابقه باشیم. سوت پایان 90 دقیقه تلاش تیم‌های ژاپن و استرالیا با نتیجه مساوی 0-0 به صدا در میاد. استراحت کوتاهی می‌کنیم، 5 دقیقه زمان دارن دو تیم که استراحت بکنن سریع و برگردن و وقت اضافی رو در دو زمان 15 دقیقه مقابل هم انجام بدن. شب هموطنان عزیز و ارجمند بخیر باشه. عجب فینالی شد این ماراتون، یه 30 دقیقه دیگه حداقل ادامه خواهد داشت، دیداری که سابقه شو هر دو در این تورنمنت دارند. آقای مؤسس، آقای پیروانی، به هر حال قبلا استرالیا دقیقه 118 بود فکر کنم عراق رو برد، ژاپن هم که قبلا با کره جنوبی مفصل تا پنالتی هم رفتن، حالا باید که چه خواهد شد. هر کدام از دوستان در حد یه دقیقه آقای مؤسس بفرمایید ببینیم چه خواهد شد سرنوشت. خیلی سریع آقای یوسفی، این بازی هم جو که صدا و سیما تاکید زیادی روی بحث آموزش داوری داره، این بازی به نظر من آموزش کار مربیگری رو واقعا در حد بالا ما داریم می‌بینیم که هر دو مربی چه تصمیماتی داشتن. یک تیم روش مستقیم انتخاب کرده با توپای بلند در مقابل تیمی که حفظ توپ میکنه. بله. چون وقت برنامه کم است. دقیقاً، خیلی متشکرم. بعد هدف خیلی ممنون، اشاره خوبی داشتید که به هر حال این بازی اوج کارش. این بازی رو به نسبت بازی ژاپن کره بیشتر میپسندید یا اون رو به لحاظ کار فنی آموزش؟ من فکر می‌کنم به خاطر که لحظاتی که در نزدیک محوطه جریمه، داخل محوطه جریمه تعدادش فوق العاده زیاد بود، بازی ارزش و بازی فینال، بله، اعتبار بالایی داشت. مرسی آقای پیروانی عزیز. من فکر می‌کنم که به هر حال شاهد بازی خوبی از هر دو تیم بودیم، بهترین تیم‌های آسیا و شاید بازی فراتر از سطح آسیا بود. لازم این که به هر حال تاکتیکایی که از طرف مربیان پیاده میشه توی زمین و تیم ها بازیکنایی که به حد اعلی اون رو زمین انجام میدادن، با توجه به اینکه خب تیم فوتبال استرالیا پیش بینی میشد که بردن توپ از جناحین و ارسال که نقطه ضعف تیم ژاپن هست در نه این دوره ادوار گذشتم
ژاپن مشکل داشته، ولی تعویض خیلی خوبی که مربی تیم ژاپن که از زاکرانی شد که نشان داد که کاملا احاطه داره بر بازی و با آوردن یک مدافع بلندقد سعی کرد که جلو حملات تیم فوتبال استرالیا بگیره و تیم استرالیا با آوردن امرتون سعی می‌کرد که ارسال بهتری داشته باشه از جناحین و مخصوصا اگه از جناح چپ ارسال بشه امرتون با جمع شدن و نزدیک شدن به تیم کیل و هریکول بتونه مثلث تهاجمی داشته باشه. به هر حال بازی خیلی خوبی شاید بودیم، ولی خب از این به بعد به هر حال شطرنجی است که من فکر می‌کنم تفکرات مربی خیلی نقش داره. مسابقه ما به تبع ادامه داره، شما می‌تونید حالا به هر حال ارسال بفرمایید پیام‌هاتون رو، چون همچنان بازی داره مسابقه پیش میره و هنوز فینالیست مشخص نیست. آقای مرادی، ایرماتوف هم دو سه تا صحنه برخورد توپ با دست بود. بله. با نظر شما به درستی من بود. اعتقاد دارم که همونطور که جواب محسن فهمیدن بحث آموزش اینجا حالا چه مربیگری چه داوری، این میتونه کلاس آموزش و نکات آموزشی خوبی برای داوری فوتبال و داوران فوتبال باشه که در تمامی مواردی که توپ به دست مدافع خورد ایشون به درستی رأی به ادامه بازی داد. با توجه به اینکه این بازی به هر حال فیناله و حساسیت داره، میلیون ها بیننده پای تلویزیون هستن، این استرس ممکنه برای داور بازی هم به وجود بیاره. من اعتقاد دارم ایشون با همین استرس و این فشاری که برای تیم داوری ممکنه وجود داشته باشه خیلی با تجربه خونسر و با اعتماد به نفس، یعنی بازی به خوبی در کنترل خودش قرار داد. دو اختیاری که در نیمه اول ایشون داد خیلی کمک کرد به ایشون در ادامه بازی برای کنترل مسابقه و کمک داورام هر آفسایدی هم گرفته بودن در این بازی به درستی و صحنه‌های مشکوک هم پیار آفساید بازی دادن به درستی. من فکر می‌کنم تیم داوری هم در پایان 90 دقیقه تا این لحظه سربلند از این مسابقه بیرون اومد. بله خیلی متشکر ممنون. فکر کنم که کم کم بازی داره میره که در وقت اضافه اول 2 تا 15 دقیقه دنبال بشه. مزدک میرزایی هم یه نیم ساعت دیگه هم خواهد بود، یه مقدار رفت اونجا استراحت بکنه که یه آبی بخوره و یه چایی بخوره که یه مقدار بتونه این 30 دقیقه بعد رو هم ادامه بده. در خدمت کارشناسان عزیزمون هستیم تا لحظات دیگه، شما بازی رو ببینید و آخر بازی حتما مفصل در خدمت. Да, вот ты начинаешь вспоминать хотя бы один момент, после которого либо Кавасима, либо Шварцер в каком-то тигрином прыжке, сложившись, парировал бы мяч, спас свою команду. Нет такого. Не было в первой половине встречи. Но, тем не менее, постоянная угроза обороне то японцев, то австралийцев возникала. И тому же Шварцеру, как, впрочем, и Кавасиме, из игры не приходилось включаться, потому что она уж очень динамичная и интересная. Пока матч в целом ожидания... от финала оправдывает. Япония, Австралия 0-0. Посмотрим, что будет дальше. Наметилось, конечно же, преимущество австралийцев в игре на втором этаже, но оно и так было перед матчем. И так было понятно, что японцы вполне возможно будут здесь сводить и переводить игру к этажу первому. Но вы видите, что они не гнушаются этой борьбы. И более того, сами в атаке нередко используют верховые передачи. Опять Кэхилл, опять Кьюэлл. Вот здесь, наверное, Кьюэлл могут пробить и пораньше, а не доводить дело до прохода к углу вратарской. Уже оттуда он пытался комбинацию завершить. Очень острый угол получился. А вот если бы чуть пораньше, да, может быть, даже не дожидаясь, когда мяч стукнется в землю, тогда бы пробить с лета. Но, с другой стороны, это очень сложно было исполнить.
Отличная комбинация получилась у японцев ближе к окончанию первого тайма, когда Эндо все-таки не решился взять на себя ответственность. So the Asian Cup final is underway. Cahill to Holman, this is a chance for Australia. Matt McKay! Oh, and he sliced it wide. Hey! Cahill leaps! It's there, is it for Australia? No, it's clear, just underneath the crossbar. Cahill, here's a chance for Harry Kuehl, and he's hit the side netting. That's a lovely ball from Honda, here's a chance for Japan, and Maeda. Holman, Wilkes are arriving in support now. It's an awkward ball for the goalkeeper, support off the line, Australia are claiming that it did. It certainly struck the woodwork, but the linesman was perfectly positioned. The referee, I think, had a glance towards the touchline. Right. I'm very nervous about Brett Emerton. Well, he's playing now, as is Nagatomo. He's on the ball for Japan. Whips it in. Oh, it's just wide by Okazaki. Not on Ryuichi Maeda. Over Cahill, but Kuehl is in behind. Is this the moment for Australia? Harry Kuehl! And Kawashima makes a terrific save to keep the score sheet blank. Well, sometimes those fine margins can decide football games. Okunowski injured and disorientated. Now Harry Kuehl, can he get there ahead of the goalkeeper? Jedinak, McKay through the centre, can he get it into the path of Kuehl? Here is Kuehl, Emerton! Another chance for Australia. McKay looking for Emerton, it breaks kindly for Blackburn Rovers man. Kuehl, or rather Cruz, and it's saved by Kawashima. Again, he's the hero for Japan. Just stuck out a big right paw, Eiji Kawashima and Robbie Cruz. What an introduction that would have been. Well, work to do now for Australia defensively. Honda. Oh, just wide. Chances at both ends in the space of a few seconds and neither taken. Endo. Down the line for the dangerous Nagatomo again. He tries to get around Wilkshire and does. Is this the moment? It is! Japan has scored! It's the captain. Japan lead in the Asian Cup final with 4 minutes of added time play in the second period of extra time, and it's the substitutes, Tadanori Lee, who has broken the deadlock. Finally, this has to be the final chance for the Socceroos. David Carney straight into the wall, still it's alive. Kilkenny drives it across, Carney's header, still alive. Australia trying to poke it home, the final whistle goes. Japan are the champions of Asia. Fabulous score for the Blue Samurai. The undisputed kings of Asia move out on their own, and Australia's golden generation is denied silverware. It was not to be their finest hour, but it is Japan's.